ازدواج به هر دلیلی بیهوده است. به نظر من فقط یک نوعشه که متمدنان است. چه نوعش خانم سالاری؟ اگر مثل انتخابات ریاست جمهوری باشه، هر 4 سال طرفین تصمیم میگیرن آیا میخوان با هم دیگه رأی بدن یا نه. اگر خواستن یک جوره ادامه میدن. من که خیلی موافقم. تو چی فکر میکنی؟ من که تو همون انتخابات اول گیر کردم. خب ولی رئیس جمهور فقط 2 دوره میتونه انتخاب بشه. این برای اونه که قدرت فساد میاره و ریشه پیدا میکنه. تو این نوع ازدواجی که من میگم، زن و مرد با هم مساویه. میتونن تصمیم بگیرن هر چند سالی که دلشون خواست همدیگر رو انتخاب کنن. اگه بچه داشته باشن چی؟ نه نه نه. بچه همه چیز رو عوض میکنه. آوردن یه آدم بیگناه توی این دنیای فاسد مسئولیت سنگینیه. تو چی کار میخوای بکنی؟ من کاری بلد نیستم. اون مشتقه رو یادت پریز دیدیم؟ 10 نسل که نسلن در نسل این زمین ها رو میکارن. من تا حالا چیزی نکاشتم. ها برای کاشتن که نباید انشتن بود. تا نکاریم که نمیشه درو کرد. بالاخره دست دادن باید بره تو خاک. آقا مشکل نسل شما اینه که نکاشته میخواد درو کنه، اینم که نمیشه. میدونی چه دایی؟ ما درو هم نمیخواییم بکنیم. امروز برنج و گندم و 1000 تا چیز دیگه وارد بکنیم، برده همه چی. بس بردم که نفت همون شد اون وقت. از اینجا تا بیستون راهی نیست. یه روز تو رو باید ببرم اونجا تا ببینیم مملکت از کجا به کجا رسیدیم. ممنوندر الان میاد. سلام استم. سلام ممنوندر. ببخشید مزاحمت شدیم. شما احمد میرشکاری هم میشناسین؟ بله. اون دوست صمیمی منه ولی خیلی وقت ندیدم چون زندانه. اتفاقی افتاده؟ برای مرخصی 2 ماه آزاد شد ولی دیگه به زندان برنگشت. چون احتمال فرار داده میشد به همه پاسگاه های مرزی اطلاع داده شد. خب من چیکار باید بکنم؟ دیروز تو مریوان دیده شده ولی تونسته از دست مامورا فرار کنه. ما حدس میزنیم بیاد پیش شما. شما که بهتر میدونید، من هیچ وسیله ارتباطی ندارم. به هر حال ما خونه شما رو تحت نظر داریم. اگه به هر طریقی با شما تماس گرفت لطفاً به ما خبر بدید. باشه چشم. هر وقت اومد اینجا من دست و پاشو میبندم بعد به شما خبر میدم. آقای نامدار، مملکت در خطره. ما نمیتونیم اجازه بدیم عناصر نامطلوب باد به بیرق دشمنای مملکت بدن. خب هر کس فکر میکنه عناصر نامطلوبه دیگه. این حرف شما رو نشنیده میگیرم. توی گفتی این آدم خوبیه. دایی، میدونم از تلفن خوشتون نمیاد ولی اگه میخواید با خانوادش تماس بگیرین گوشی من هست. آره بریم دفتر چه تلفنمو بردارم. سلام آقای نامدار. سلام. حدس ما درست بود، دوستتون داشت میومد پیش شما. متاسفانه ایشون تو درگیری کشته شدن. منظورتون از درگیری چیه جناب سروان؟ دوست من تو زندگی چیزی جز قلم دست نگرفته بود. دوست شما شاید، ولی قاچاقچیایی که آدم اونور مرز میبرن همیشه مسلح. به هر حال شما بهتره با ما تشریف بیارید برای شناسایی جنازه. من چنین کاری نمی کنم. کسی که به شما همچین ماموریت داد حتما یه عکسم همراهش بوده. من میخوام دوستم توی ذهنم زنده بمونه. من میتونم شما رو جلب کنم.
اگه این کارو نمیکنم معنیش این نیست که رفتارتون رو به مرکز گزارش نمیدم. شما کار خودتون رو بکنید، ما هم کار خودمون. تقصیر من بود دایی. نه بودم که چپیدم تو زیر زمین. من بودم که همه درهای زندگی رو تونیا بست. دوست دارم دیشب در زد. دوست دارم دیشب در زد.